خوش آمدید. در خدمت جناب آقای دکتر سیدعلی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس بین‌الملل هستیم تا در رابطه با مسائل منطقه و تأثیر این مسائل بر اقتصاد و آینده ایران و منافع ملی ایران بپرسیم. آقای دکتر خوش آمدید. سلامت باشید. خیلی ممنون زحمتتون دادیم. آقای دکتر چه خبره؟ میگه کلاً چه خبره؟ ببینید، قبل از جنگ جهانی اول نظام بین‌المللی بر اساس گرایش‌های افراطی ناسیونالیستی حرکت میکرد، شکل میگرفت که نمونه بارزش ترور ولیعهد اتریش بود که جنگ جهانی اول رو به وجود آورد. شاید تو جنگ جهانی دوم هم همین گرایش وجود داشت، منتها تو بعد از جنگ جهانی دوم و نظام دو قطبی و جنگ سرد سطح تنش‌های بین‌المللی خیلی کاهش پیدا کرده بود. خیلی جالب است. دلیلش هم این است که یک مرزبندی‌هایی بین شوروی و آمریکا به وجود آمده بود. مثلا فرض فرمایید که ما جزو منطقه نفوذ آمریکا بودیم، عراق جزو منطقه نفوذ شوروی بود، با هم کار هم نداشتیم. این خطکشی که شده بود خیلی سطح تنش رو در نظام بین‌المللی و حتی در منطقه خیلی کاهش داده بود. بعد از جنگ سرد رفته رفته سیاست و نظام بین‌المللی به سمت عقلانیت حرکت کرد و نکته جالبی بودش این کار که دیگه اون احساسات ناسیونالیستی ترک شد و یک نوع عقلانیتی حاکم بر نظام بین‌المللی شد که جای خوشنودی هم داشت. الان در منطقه ما اون عقلانیت سیاسی کاهش پیدا کرده و آمدیم به سمت یک نوع گرایش ایدئولوژیک و یک نوع ارتباطات عاطفی. این یه مقداری کار ما رو مشکل کرده و اگر این انباشتگی تنش رو الان شما در منطقه می‌بینید به دلیل این هستش که ما یعنی منطقه تبعیت از اون عقلانیت سیاسی نمی‌کنه، بیشتر گرایش‌ها ایدئولوژی شده، بیشتر عاطفی شده و این میتونه خطرناک باشه. نکته دوم این هستش که شاید در طول 100 سال گذشته، یعنی از شروع قرن 20 تا به امروز، هیچگاه منطقه خاورمیانه اینقدر دچار مشکلات سیاسی نبوده و اینقدر در لبه پرتگاه خطر قرار نگرفته بوده تا این زمان. الان منطقه ما منطقه بسیار بسیار حساسی شده. سطح تنش‌ها اگرچه تلاش میکنن پایین نگه بدارن، ولی این گستردگی این تنش و کانون‌های درگیری یه مقداری منطقه ما رو با یک خطرات پنهانی روبرو کرده که اگر یکی از این کشورها دچار اشتباه محاسباتی بشن، ممکن است که جنگ‌های رخ به رخ و جنگ‌های کاملی شکل بگیره. نقش ایران در اینجا خیلی اهمیت داره. این پرانتز باز کنم آقای دکتر. بله با توجه به این موشک‌هایی که حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری و غیر تجاری در منطقه دارن انجام میده و به هر حال منافع آمریکا و غرب و اسرائیل هم در تنگاتنگ در واقع با این مسئله، با مسئله بابلمندب و دریای سرخ و نهایتاً با تجارت بین‌المللی، چقدر لبه مرزی ما ایران؟ روز 7 اکتبر که غزه حمله کرد به اسرائیل، بایدن اعلام کرد که ایران در این موضوع هیچ دخالتی نداشته. من یه مصاحبه‌ای کردم که تیترش هم خودم انتخاب کردم که واکنش هوشمندانه بایدن خیلی به جا بود و این نشون داد پاسیم نشون بدیم که ایران تو این ماجرا دخالتی نداشته و بیمورد پای ایران به این داستان کشیده نشه. و مقامات ما هم تقریبا از همین سیاست پیروی کردن که تلاش بکنن که هم سطح تنش رو کاهش بدن و هم دخالت مستقیمی در این ماجرا نداشتن. حمایت معنوی کردن ولی گفتن که ما در این قضیه دخالتی نداشتیم. کار خوبی هم کردن. کار بسیار خوب. بله کار خوبی هم کردن که از طرف دیگه آمریکا به خاطر اینکه در آستانه انتخابات بود نمیخواست که جنگ خیلی گستردگی پیدا بکنه و شاید ما دو مرتبه در تاریخ اسرائیل آمریکا از اسرائیل دلگیر شده، یه مرتبه سر حمله فرانسه و انگلیس و اسرائیل به مصر بود به خاطر اینکه ناصر کانال سوئز رو 1956 ملی اعلام کرد و آمریکا این اقدام اسرائیل رو محکوم کرد و این اولین بار بود. الان هم اگر ببینید مثلا بلینکن این 3-4 مرتبه‌ای که آمده به منطقه با برخورد خیلی سرد نامهربانانه نتانیاهو مواجه شده و در مورد خود بایدن هم همینطور هست که اخیراً بایدن تلفن نتانیاهو رو قطع کرده بوده. خیلی نکته جالبی هست که همچین چیزی سابقه نداشته در رابطه آمریکا و اسرائیل. بنابراین حالا چرا اینطوری کرده؟ نکته اصلی در این هست که من باز بارها تو مصاحبه‌ام به این مطلب اشاره کردم که اگر نتانیاهو همین الان جنگ غزه رو خاتمه بده، هم کابینش سقوط میکنه و هم دادگاهی خواهد شد، به احتمال زیاد زندانی هم خواهد شد. چرا؟ به دلیل اینکه 3 تا نقطه ضعف نتانیاهو داره. نقطه ضعف اولش اون فساد اقتصادی خودش و همسرش هستش. مسئله دوم اون تغییرات غذایی است که بخش عمده از جمعیت اسرائیل باهاش مخالف بودن و نکته سوم هم همین حادثه هفته اکتبر بود. بنابراین نتانیاهو راهی نداره. من قبلا توی مصاحبه گفتم این حادثه 2 تا نقطه مجهول داشت. نقطه مجهول اولش این بود که چرا و چگونه و تحت تاثیر چه محرکی غزه حمله کرد به اسرائیل در همین روز هفت. چه دلیلی داشت، چه انگیزه‌ای داشت، مگر که اسرائیل رو نمی‌دونه که با خشونت واکنش نشون خواهد داد؟ چرا این کار کردن؟ این یه نقطه مشهور بود. نقطه مشهور دوم این که نتانیاهو تا کجا میخواد پیش بره. ببینید این پیش بینی که ما کردیم، الان نتانیاهو با مشکل مواجه شده در غزه، با مشکل مواجه شده. این 2 تا نقطه مجهول شاید بتونه بیش از ماه‌ها، شاید به سال بکشه که نتانیاهو در مسئله غزه با مشکلاتی مواجه باشه و به این راحتی نتونه غزه رو و اون اندیشه غزه رو از بین ببره. خب حالا این به عنوان پایه اصلی بحران بوده توی این منطقه ما. در مورد حوثی‌ها ببین، اونجا باز یه مصاحبه کردم که آمریکا اشتباه کرد به حوثی‌ها حمله کرد، به خاطر اینکه ببین حوثی‌ها یه دولت نیستن که شورای امنیت بخواد اینها رو سرجاش بشین یا مسئولیت بین‌المللی داشته باشه. این یک طرف 9 سال با عربستان جنگیدن، در حقیقت عربستان موفق نشد اینها شکست بده، به خاطر اینکه اینها پیروی از جنگ پارتیزانی میکنن. یک سرزمین بسیار وسیعی دارن، یک چیزی در حدود 700 کیلومتر اینها با دریای سرخ ساحل دارند و اینها چیزی رو از دست نمیدن. ببینید یه زندگی فقیرانه ای دارن، اصلا تو جنگ بزرگ شدن خیلی هاشون و آمریکا هم نمیتونه مثل اسرائیل دست به اقدامات زمینی بزنه، نیرو زمینی پیاده کنه اونجا اصلا امکان نداره براش. بنابراین پیشنهاد من این بود که آمریکا بایستی که از طریق دیپلماسی این موضوع رو حل میکرد و من گفتم 3-4 کشور هستن که با حوثی‌ها ارتباط سازمانی دارن، از جمله ایران، از جمله قطر، ترکیه و حتی روسیه. خیلی روابط نزدیک دارن که کشتی روسری اگه اشتباه زدن از روسا به طور رسمی معذرت‌خواهی کردن و این جمله معترضه هم بگم که هر چقدر این جنگ تو منطقه ما گستردگی بیشتری پیدا میکنه کاملا به نفع روسیه است، به خاطر اینکه هم آمریکا و انگلستان رو که مدافعین اصلی اوکراین هستن گرفتار میکنه توی این منطقه و هم اینکه خودش داره مشروعیت به دست بیاره. این سفر عجولانه آقای پوتین به امارات و عربستان سعودی برای کاهش تولید خیلی جالب بود که عربستان هم قبول کرد که 1 میلیون نفتش رو کاهش بده، خود روسیه 500,000 بشکه نفت و کاهش و قیمت ها کاهش پیدا نکنه. با این محدودیت سفری که آقای پوتین داره به این دو تا کشور حرکت نیست که مسافرت کرد، بنابراین روس‌ها خیلی موقعیت مناسبتری حتی شاید بگم نسبت به آمریکا تو منطقه خاورمیانه دارن به دست میارن. حتی باز میگم به عنوان جمله معترضه پیروزی این مقام نخست وزیر رئیس جمهور تایوان، اونجا باز ما این مصاحبه کردیم که این پیروزی باز به نفع روس‌ها شد، به خاطری که چین رو از آمریکا دور میکنه و به روسیه نزدیک میکنه، علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که یک فاصله بندازن بین چین و روسیه، ولی پیروزی این جبهه طرفدار آمریکا در تایوان چین رو به سمت روسیه نزدیکتر کرده. حالا خیلی از بحثمون خیلی مسائل جهان گویی به یک نوعی با هم ارتباط داره. ببین اصلا نظام بین‌المللی در حال پوس‌اندازی است آقای عبداللهی، یعنی خیلی لحظه‌ای خطرناک است. من بارها تو مصاحبه‌ام گفتم که اگر مقایسه کنیم الان رو با قبل از جنگ جهانی اول دوم، در جنگ جهانی دوم هم نظام بین‌المللی دچار یک آشفتگی و سرگردانی شده بود. یعنی چمبرلن ملاقات میکنه با هیتلر، غیر از اینکه مکاتبه میکنه که شما جنگ رو متوقف کن، میگه شرایط ما طوریه که من میگه جنگ رو نمیتونم متوقف بکنم ولی با شما حاضرم که نجنگم با انگلستان. یعنی اینطور بلا تکلیفی و انباشتگی تنش در آستانه جنگ جهانی دوم الان هم همینطوره. من نمیخوام خیلی بدبینانه نگاه بکنم که بگم ما در آستانه جنگ جهانی سوم هستیم، ولی نظام بین‌المللی دچار یک چند قطبی شده، دچار یک نوع آشفتگی و سرگردانی شده که اگر این سرگردانی همین الان کنترل نشه قطعاً گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. منطقه ما منطقه حساسی است. ما 5 تا کانون بحران در دنیا داریم آقای عبداللهی. اولیش خاورمیانه است، دومش شمال آفریقا است، سومش منطقه بالکانه، چهارمش آسیای جنوب شرقی است مثل ویتنام اینا. این تقسیم بندی است که یک آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم کرده و پنجمش آمریکای لاتینه. ببین همیشه اینجا بحران داره و بسیار کاری جو ماهرانه‌ای کرده این کارشناس آمریکایی. و حالا اینکه ما اولین کانون بحران در دنیا هستیم، ثروتمندترین کشورها تو این منطقه قرار گرفتن به خاطر فروش نفتشون. بنابراین الان ما که مخصوصا اتحادیه اروپا چون با هم بحران بیکاری مواجه هستش، هم با بحران اقتصادی مواجه است، یعنی یه چیز در حدود 9% کاهش اشتغال دارن، یه چیزی بین 3 تا 4% تورم دارن و با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و همه هدفشون این هستش که بیان سرمایه‌هاشون تو منطقه خاورمیانه که پولدار هست یا کنن. تا این منطقه هم آرامش نگیره وضعیت انجماد اقتصادی دنیا همطور باقی خواهد موند. حالا الان که به قول شما این وضعیت دریای سرخ به وجود آمده، دنیا باز با یک بحران جدید مواجه شده. قطعا ما در آینده نزدیک با کاهش اشتغال در اروپا، با افزایش قیمت‌ها حتی در کشور خودمون مواجه خواهیم بود. ولی به نظر من آمریکا و انگلستان نباید دست به اقدامات نظامی علیه حوثی‌ها بزنن و بعد حالا حوثی‌ها گفتن که بایستی که حمله یا ادامه حمله اسرائیل در غزه کاهش پیدا بکنه. اونم یه کار شاید محالی باشه. با اون خشونت و تنگ نظری که نتانیاهو داره، گفته هر کسی دو دنیا هر تصمیم میخواد بگیره، سازمان ملل هر تصمیم، ما راه خودمون میریم. و عموما و اصولا هم اسرائیل و پایبند دستورالعمل‌های شورای امنیت و مجمع عمومی نبوده. ولی با همه این احوال به نظر من آمریکا و انگلستان برای کاهش سطح تنش در دریای سرخ بایستی متوسل به دیپلماسی بشن و از ایران مخصوصا قطر، ترکیه و همطور که قبلا عرض کردم از روس‌ها میتونن استفاده بکنن که این کاهش رو اگه احیانا گلتون خوش شد از اینا میخورید، من به بینندگانم بگم این آلبالوئه احیانا آقایونش تصور بد نکنید. عرضم بزرگ آقای دکتر، من بیشتر هدفم اینه تو این برنامه که نتیجه‌ای که در واقع دوست داریم بگیریم و بینندگان ما هم خود نگران وضعیت ایران و کشیده شدن ایران در یک جنگ نانوشته پیش‌بینی نشده محتوم، مثلا این همین داستان حوثی هاست و به طور مستقیم و مشخص این که کشورهایی دارن سود میبرن از این مسئله. عربستان در آرامش کامل، قطر، نمیدونم امارات، به هر حال خودشون درگیر مسائل نکردن، ولی به نوعی انگشت‌های مستقیم و غیر مستقیم به سمت ایرانه که این ممکن هست که ایران وارد یک جنگ با آمریکا بشه یا آمریکا وارد یک جنگ با ایران بشه. نه الان هیچ نشانه‌ای از وجود نداره، هیچ نشانه قطعی وجود نداره، چون هم ما خیلی با ملاحظه و با حساب کتاب داریم جلو میریم و هم آمریکایی‌ها میل ندارن. حداقل در دوره بایدن این میل در آمریکا وجود نداره. حالا در آینده آمریکا ببینیم که کی رئیس جمهور میشه، که احتمالاً ترامپ به کاخ سفید خواهد رفت. اون حالا یه وضعیت خاصی به داخل، در شرایط فعلی هیچ جای نگرانی وجود نداره که ما آلوده جنگ بشیم. بله، من تا الان این استراتژی که ایران در پیش گرفته تا حدود زیادی میپذیرم، خیلی محتاطانه بوده، خیلی با حساب کتاب بوده، ولی بایستی که یک مقداری تلاش کنه که سطح تنش‌ها رو افزایش نده. همین اقداماتی که همین دیشب پریشب کرده ایران در موشک پراکنی به عربی و به سوریه و به پاکستان، من تصورم این هستش که ایران با این کشورها اول یک مذاکراتی کرده، یعنی رضایت نسبی اینها رو جلب کرده، چون با پاکستان شوخی کردن که خیلی کار خطرناکی است. شاید بعد از ترکیه تو این منطقه قوی ترین ارتش این منطقه رو پاکستان داشته باشه، ضمن اینکه کشور اتمی هم هستش. بنابراین به احتمال زیاد با توجه به روابط نزدیکی که ما با پاکستان داریم، احتمالاً ایران به یک توافقی رسیده که یک گوشمالی بکنه این جیش العدل رو، و ایران هم ناچاره که به انتظارات درونی هم پاسخ بده. یعنی اتفاقایی که این چند وقت گذشته افتاد، مثلا مسئله کرمان و اینها، ناچاره به خاطر ارضای افکار عمومی و ما هم در آستانه انتخابات هستیم، یه رضایت افکار عمومی رو جلب بکنه و اینکه انتقام میگیریم بالاخره بعد دست به کارهایی بزنه. ولی هم با دولت عراق، هم حالا سوریه، شاید همتر و مثلا پاکستان حتما یک مذاکرات پنهانی صورت گرفته. پرسش بعدی ما رسیده در واقع. من این پرسش داشتم به طور مستقیم‌تر بپرسم. خب خیلی از تجار آذربایجان، ترکیه و کشورهای دیگری که دور و بر ما هستن با اسرائیل رابطه دارن، معامله میکنن. حالا چرا جمهوری اسلامی با یک کرد رو مثلا در کردستان اربیل بزن؟ اینم خیلی جای سوال داره و در فضای مجازی هم خیلی دست به دست شد که حالا کردای نسبت‌های فرهنگی و خونی هم با ایرانی‌ها دارن، کردای کردستان عراق. این رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ چرا مثلا تاجرای آذربایجان رو نمیزنه؟ ببینید، من اولین کسی بودم تو ایران که زندگی صدام حسین رو ترجمه کردم سال 61 و خدا رحمت کنه آقای دایی رو بردم پیش ایشون که پاورقی روزنامه اطلاعات بکنه. ایشون در حال جنگ هم بودیم. این رو یک فرانسوی که دوست صمیمی صدام حسین بود نوشته بود و من اون ترجمه کردم. هم مرامنامه حزب بعث بود، هم زندگی صدام حسین. کردها به خاطر اختلافاتی که با صدام حسین داشتن، روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل داشتن. یعنی پزشک مخصوص مولا مصطفی بارزانی اسرائیلی بود، یعنی با هلیکوپتر می آمد در همین منطقه سلیمانیه برای معالجه مولا مصطفی که سرطان هم گرفت. شاه این از طرفی هم، پس شاه هم با اینا ارتباط نزدیکی داشت. حالا بیای تو باشه که شاه براش یه کاخی در کرج ساخت و سال 1975 هم در لندن فوت کرد. بنابراین از گذشته های دور بین کردها و مثلا کردهای عراق و اسرائیل روابط نزدیکی وجود داشته این یک طرف قضیه است. از طرفی هم حالا بر اساس ادعایی که مقامات ایرانی میکنن، کردهایی که با ایران مخالف هستند حالا پناهگاهاشون در کوههای اطراف اربیل و اینها هستش. به این دلیل در مورد اینکه چه نتایجی از این پراکنی بله گرفتیم هنوز خیلی فاش نشده. یعنی ما خیلی داریم با افتخار این رو مطرح میکنیم که اون هدفهای مورد نظرمون رو زدیم. یه تاجر و یه ساختمان زن بچه‌ش از بین رفت. حالا نتیجه واقعا چیه؟ تاجرم ادعا این است، بعضی از خبرگزاری خارجی هم گفتن که اون تاجرم با اسرائیلی‌ها ارتباط داشته، ولی به هر صورت مقصد ما اون تاجر نبوده. اینم باید بهش توجه کنیم. من فکر میکنم که ایران دو تا هدف داشته از این کار. یکی پاسخگویی به انتظارات داخلی است که میگیم انتقام سخت هم میگیریم، بالاخره بعد دست به کاری میزد. و یکی هم نمایش قدرت بوده. ایران می‌خواسته تو این فضای خلایی که به وجود آمده دست به یک نمایش قدرتی بزنه و این نمایش قدرت رو هم به رخ اسرائیل بکشه و هم یک لبخندی هم به گروه‌های طرفدار خودش بزنه. یعنی هم به حوثی‌ها که ما هم هستیم، مثلا اون کشتی که از دریای سرخ ما گرفتیم آوردیم به ساحل خودمون، اگرچه در تقابل و انتقام اون کشتی بود که ما 1 میلیون بشکه نفتمون رو آمریکایی‌ها گرفتن و بردن به آمریکا و اون رو حراجش کردن، یک اقدام تلافی جویانه بود. ولی به هر حال یک پوزخندی هم از این جهت به حوثی‌ها دادیم که ما هم در دریای سرخ این توانایی به آمریکایی‌ها هم نشون دادیم که در دریای سرخ می‌تونیم این کارو بکنیم. بنابراین بیشتر نمایش قدرت بود و شاید این مقدارش هم پاسخ دادن به انتظارات داخلی. ولی اونچه که قبلا عرض کردم، قاعدتاً بایستی که ایران مخصوصاً با پاکستان و دولت عراق یک مذاکرات محرمانه‌ای برای انجام این کار کردن. حالا دولت عراق به خاطر حفظ پرستیژ منطقه‌ای و بین‌المللی شکایت هم به شورای امنیت کرده، سفیر فراخوانده. اینا یه اقدامات دیپلماتیک است، خیلی مهم نیستش، اینا خیلی اهمیت نداره. یعنی ارتباط ما با عراق ارتباطات عمیق‌تری است. اینکه سفیرش خواسته، اولا سفیر ما رو اخراج نکرده، این خیلی اگر خلاف این بود معناش خیلی بیشتر میشه اگه سفیر ما رو اخراج میکرد. اینکه سفیرش رو خواسته حالا برای انجام مذاکرات و اینا خیلی از جهت دیپلماسی اهمیت نداره. بعدم عراق به ما احتیاج داره، ما هم حتما با عراق هماهنگ کرده بودیم برای این. حتما لازم هم بوده که مثلا به خاطر اینکه کردها هم بدون عراق یه اقدامی کرده و حالا بحث اون شکایت در شورای امنیت رو هم مطرح کردن. نقطه پایانی و سوال پایانی ما که حالا وقت از شما رو هم نگیریم، پیش بینی بلند مدت شما چیست؟ یعنی با توجه به انتخاباتی که در آمریکا داره اتفاق میفته و باز ترامپ داره ایالت‌های مختلف رو میبره، پیش بینیتون چیه؟ ببین، اگر که ما الان شاهد پیروزی‌های لحظه به لحظه راست افراطی در اروپا هستیم که خیلی خطرناک هستش. یادم هست 100مین سال پایان جنگ جهانی اول در پاریس برگزار شد و مکرون که سخنرانی میکرد، ترامپ هم اونجا حضور داشت. منتها بدون ذکر نام ترامپ گفت اونهایی که به دنبال تقویت راست افراطی در اروپا هستند، اروپا رو به جهنم تبدیل میکنن و بلافاصله ترامپ جلسه رو ترک کرد. خب بس معلوم میشه نظرش روی ترامپه و ترامپ هم طبیعی است که چون خودش راست افراطی از اون محافظه‌کاران افراطی هستش، دلش می‌خواست که در اروپا این راست به پیروزی برسه و پیش بینی من این هستش که در دوره بعد از آقای مکرون به احتمال خیلی زیادی خانم مارین لوپن به پیروزی خواهد رسید و این راست افراطی اگر به پیروزی برسه برای ما بسیار بسیار زیان آور خواهد بود. بر خود غرب هم یعنی اتحادیه اروپا رو از بین میبرن با این تفکری که آقای ترامپ داره، ناتو رو از بین میبرن اینها و تفکرات شدیداً ضد مهاجرت دارن، تفکرات مذهبی دارن. مثلا ترامپ و این جناح تندرو جمهوری‌خواه در آمریکا یه تفکرات سنتی دارن، مثلا با سخت جنی شدیداً مخالف هستن، خیلی مذهبی هستن، خیلی بیگانه ستیز هستن. یعنی اینا بیشتر تو خونه هاشون اصلا کلیسا دارن، مثلا مثل خانواده بوش این اصلا تو خونهشون کلیسا دارن، اینها خیلی مذهبی. این آمدن ترامپ و پیروزی اون که خیلی شاید قریب الوقوع هم باشه قطعا مثل گذشته به زیان ما خواهد بود. من در یه مصاحبه هم همون اوایل کار بایدن گفتم که اگر قرار هست ما کاری بکنیم بایدن با ما همراه تره و جالب هست که ما از زمان کلینتون به این طرف با دموکرات‌ها ارتباطمون خیلی نزدیکتر بوده و از بین این سه تا دموکرات یعنی کلینتون و اوباما و این بایدن با ما روابط نزدیکتری داشته و از قبل از انقلاب، قبل از انتخابش هم اعلام کرد که میخواد با ایران بر سر مسئله برجام به توافق برسه که خب حالا ما این مقداری اشتباه کردیم، این مقداری فضاهای تندروی داخلی ما مقصر این قضایا هستند. بنابراین اگر ترامپ بیاد شاید ما وضعمون با آمریکا و با غرب یک مقداری دچار نوسانات بیشتری بشه. تشکر. این میتونه به زیان ما تمام بشه، فضای ما رو محدودتر و محدودتر بکنه، باز دو مرتبه برجام ما دچار سرگردانی دیگری بشه. الان برجام که آقای دکتر کلا سرگردانه، سرگردان هستش. با این گزارش هم که آقای گروسی داده اخیراً داده مقداری مشکل به وجود آورده. حالا ما هم که غنی‌سازیمون رو داریم باز در 60% افزایش میدیم، یه مقداری این هم میتونه دیواره نفاق بین ما و غرب رو بالاتر ببره و بعد به این موضوع هم دقت بکنیم. میگم مجموعاً شرایط خوبی نیستش، ببینید مجموعاً شرایط مطلوبی نیستش و باید که ایران هم در بخش برجام و هم در بخش این مسائل نظامی منطقه خیلی باید هوشمندانه عمل بکنه، خیلی باید با دقت باشه که البته هم تا الان هم تلاش کرده که این کارها صورت بگیره و ما دامنمون به این آتش برخواسته در خاورمیانه سوخته نشود. تشکر آقای دکتر، ممنونم. دیدار نیوز را دنبال می‌کردید. تشکر می‌کنم از توجه و حوصله شما.